یک صحنه دلخراشی که یک اتفاق جالب را به دنبال داشت با هم دیگه ببینیم. یه موتور سوار بی احتیاطی و تصادف، این حادثه رقم بخور. تصادف جدی تقاطع پژوهش هادی آمبولانس در محل حادثه دچار خونریزی شدید و تشنج میشه. زنگ زد که ابوالفضل تصادف کرده. وقتی داشتن با تلفن صحبت میکنن فهمیدن که یه اتفاقی افتیده. حال مصدوم وخیم بود و شاید امیدی نبود. شهروندی بیدرنگ خودش رو به صحنه رسوند. با نیروهای امدادی، آتش نشانی و آمبولانس تماس میگیره. در گرمای 50 درجه و سطح آسفالت داغ چه تلاشی را برای نجات یک شهروند انجام میده. التماس اینا میکنن فقط بگن اون زنده، مدیه بسون. متاسفانه در لحظاتی بیمار جان خودش رو از دست میده. اما با تلاش بیوقفه این شهروند انسانی دوباره جان گرفت. خوشبختانه مصدوم احیا شد. افراد حاضر تو این صحنه به جای اینکه مثل بعضیا گوشی به دست از ماجرا فیلم بگیرن، همکاری کردند و حتی تعدادی از افراد سعی میکنن ترافیک های عبوری را هدایت کنن تا ماشین های امدادی سریع تر به مسیر برسن. مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شد و بعد از چند روز رفتیم سراغش. یکم وضعیت مغزشون بهتر شد و شهرشون برگشتی. از این موتور خواست سواشی کدای منی رو فراموش نکن. خیلی زیاد شاکر خدا من هستم که زنده. بهم گفتن که یکی خانم بوده نجاتم داده. میدونی خانم کیه؟ نه نمیشتستمش. خدا رو شکر، خدا رو شکر. با کمی پرسجو فرشته نجات این زندگی رو پیدا کردم. یا الله. چند روز پیش تو میدون پژوهش یز اتفاق افتاده بوده، یادتون اومد؟ وقتی من دیدم که داره این اتفاق میفته وظیفه‌ام بود که این کار انجام بدم. یه مهمون برای شما اومده، یه خانواده. بگید بیان داخل. همون خانومی که ناجی پسر شما شد، خانم دهقان نیری هست. من مدیر خانم دهقان نیری. دنبال اون مصدومه بودید؟ ابوالفضل بجا سعی و سالم خیلی خوشحالم، واقعا خیلی خوشحالم، حالت خوبه؟ واقعا خیلی زحمت کشید. شما به اینجور کاری را بره من نکرده بودید، شاید زندگی من دیگه بر نمیگشت. شهردار یزد هم برای تجلیل از این شهروند وظیفه شناس اومد. اومدم از یک ایثارگر تشکر کنم و همین که ما با همه آموزش ببینیم، آموزش های اولیه را ببینیم. بله، با این همت و عشقی که دیدیم یه انسان به زندگی برگشت. کاظم دهخانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.